بابت وقفه‌ای که پیش اومد و سر صدایی که اومد معذرت میخوام. با اینکه گوشی رو در حالت دو نات دیسترب گذاشتم همچنان زنگ میزنه، چون یک بار زنگ زده بود و بار دوم ظاهرا اندروید این رو تماسش رو اطلاع میده. خب ما اومدیم چیکار کردیم؟ کلاسمون رو طوری تعریف کردیم که مقدارهاش رو، مقدارهای اولیش رو خودمون دادیم و واسهش اعضای متناظر با اعضایی که اینجا تعریف شده تعریف کردیم. یه دونه متد واسهش قرار دادیم و این متد وقتی فراخونی میشه این اطلاعات رو برای ما نمایش میده. خب حالا چیکار بکنیم که این کلاس خلاصه تر باشه؟ ما چون این متغیرها رو که توی سازنده قرار دادیم متناظرش عضوی از کلاس داریم، یا اتریبیوت به اصطلاح برنامه نویسی شیگرا، میتونیم اینها رو حذف بکنیم و حتی مقداردهی اولیه رو هم حذف بکنیم. و بیایم توی هدر کلاس، توی سازنده کلاس، عبارت ول رو اضافه بکنیم به قبل از اسم متغیر. اینجوری اون متغیر تبدیل میشه به عضوی از کلاس. الان میبینید که این متغیرها رو میشناسه دیگه کلاس ما وقتی ازش استفاده کردیم. حالا این دیس رو میتونید استفاده بکنید، میتونید استفاده نکنید، چون در هر صورت شناخته شده هست برای کلاس این متغیرها. یک بار دیگه اجرا میکنیم ببینید خروجی رو. قبل اجرا یک مقدار این رو من مرتب تر بکنم، اجازه بدید خط رو کپی میکنم. مشتری نام مشتری رو می نویسیم، نیم بعد یک میریم خط جدید بکستش ان به معنی خط جدید هست، کارکتری هست که وقتی توی متن استفاده می کنید خروجی ما میره به خط بعدی و اونجا متن رو قرار میده. و بعد از اون سن ایج رو می نویسیم، دوباره میریم خط جدید و این بار موجودی رو می نویسیم. موجودی دو نقطه، موجودی چی بود؟ بالانس. و به این صورت اجرا می کنیم کدمون رو. خب الان خروجی بهتر شد، مشتری، اسم مشتری، سنش و موجودیش رو میتونید ملاحظه بکنید اینجا. خب چون جاوا و کاتلین تا حدودی به هم مشابهت دارن و در واقع کاتلین خیلی از کتابخونه های جاوا رو بهش دسترسی داره و ازش استفاده میکنه، مثل کتابخونه هایی که برای ورودی و خروجی و کار با فایل ازش استفاده میشه، ما نیاز هست که یه سری مشابهت ها رو بدونیم بین اینها. مثلا هر دو این زبان ها از پکیج پشتیبانی میکنند و پکیج یک نوع فولدر تو در تو هست که شما کدتون رو داخل اون قرار میدید، کلاس ها رو برای سازماندهی بهتر داخل اون قرار میدید. و چون اندروید هم مبتنی بر جاوا هست این خیلی دونستنش مفید و حتی ضروری هست که مفهوم پکیج رو درک بکنید. بنابراین کلاسی که من اینجا تعریف کردم در دنیای واقعی معمولا کلاس ها رو داخل همون فایلی که کد اصلیتون اونجا قرار داره استفاده نمی کنن، اونجا تعریف نمی کنن. معمولا هر کلاس داخل یک فایل جدایی تعریف میشه و اون کلاس و اون فایل در واقع داخل یک پکیج هستش و ما الان میایم این کار رو میکنیم، یک پکیج ایجاد میکنیم و کلاسمون رو داخل فایلی به اسم اون کلاس داخل اون پکیج قرار میدیم. پس روی SRC کلیک میکنم، نیو رو میزنم، پکیج رو میزنم و اسم پکیجم رو میذارم به عنوان مثال com.ehdi.com
کاتلین پلی، انگار که اسم وبسایت دارید میگید، مثلا kotlinplay.mehdi.com، برعکسش رو بگید میشه اسم پکیج. این یک نوع کانونشن یا سنته که دو برنامه‌نویسیه جاوا و کاتلین ازش استفاده میشه. در واقع اگر شرکتتون x.com هست، اسم پکیجتون با com.x شروع میشه. خب اسم پکیجم رو مشخص کردم، میبینید که اینا رو پشت سر هم نمایش میده. اینا اگر روی فایل بخواید برید ببینید که چجوری اینها رو داره میسازه توی کامپیوتر، میبینید که فولدرهای تو در تو داره میسازه. یک فولدر ساخته به اسم کام، بعد یه فولدر دیگه داخلش به اسم مهدی، و بعد یه فولدر داخل پوشه مهدی ساخته به اسم کاتلین پلی. و ما اون رو میتونیم اینجا با انتخاب ویوی پراجکت فایلز مشاهده بکنیم. قسمت سارسی که بریم میبینید کام، پوشه کام، مهدی و کاتلین پلی. و حتی اگر توی اکسپلورر یا فایندر توی مک بازش بکنم، اون رو میبینید که به این صورت تعریف شده. اگر این گزینه reveal in finder، میبینید که src کام مهدی کاتلین پلی، میبینید که ساختاری که گفتن دقیقا رعایت شده و فولدرهای تو در تو ساخته شده. حالا ما میان چیکار میکنیم؟ کلاسمون رو داخل این پکیج تعریف کنیم. برمیگردم به view project و کلاسم رو داخل این تعریف میکنم. راست کلیک نیو و کاتلین کلاس. اسم کلاسم رو چی میذارم؟ کاستمر. معمولا بهتر هست اسم کلاستون رو همون اسم کلاستون، اسم فایلتون رو همون اسم کلاستون بذارید. اسم، ببینید یک فایل ساخته شد به اسم customer.kt که همون اسم کلاسم هست، customer، بدون در نظر گرفتن پسوندش. خب کلاس کاستمر رو کدش رو کپی کرده بودم، خب اون رو میام اینجا اضافه میکنم. خب ظاهرا کد درستی رو کپی نکردم، از این قسمت کپی میکنم، کامل بدنی کلاس رو کپی میکنم، راست کلیک کپی، البته کات میکنیم دیگه چون داریم کلاس رو انتقال میدیم به داخل اون پکیج. این شکایت میکنه کد ما که کاستمر چیه چون نمیشناستش و این کاملا حق داره، به زودی خواهد شناخت. کاستمر رو بردیم یک کلاس مجزا داخل یک پکیج و میبینید که کدی که داخل پکیج تعریف میشه میگه که من کجام. بالای اون کد میگه که پکیج com.mehdi.kotlinplay و این به کامپایلر و سیستم جاوا کمک میکنه که کدها رو بشناسه و محلشون رو، محل کلاس ها رو ازش اطلاع داشته باشه. برمیگردیم به main.kt. با توجه به اینکه IDE هوشمند هست، کاتلین در واقع این IDE IntelliJ کاستمر رو توی پروژه پیدا کرده. حالا به ما پیشنهاد میده که میخوای اون کاستمر رو پیدا کردم داخل پکیج فلان، این پکیج ایمپورتش بکنم به پروژهت، میگیم بله. راست کلیک میکنیم، ببخشید، روش کلیک میکنیم و Alt Enter رو میزنیم. بعد از ما میخواد که ایمپورت رو بزنیم، ایمپورت انتخاب میکنیم و کاستمر اضافه میشه. میبینید که این دستور اضافه شد، ایمپورت com.mehdi.kotlin.kotlinplay.customer، یعنی این کلاس رو از پکیج com.mehdi.kotlinplay استفاده میکنیم داخل این کلاسمون، داخل این کدمون، در واقع داخل این فایلمون. خب یک بار دیگه اجرا میکنیم، نباید هیچ مشکلی داشته باشیم در اجرا چون کد ما دقیقا همون کار قبلی رو انجام میده، فقط یک مقدار سازماندهی رو تغییر دادیم. بله میبینید که به درستی کار میکنه. خب اساسا این چیزی است که اساس تعریف کلاس هست در کاتلین. ما یک سری ویژگی ها یا اتریبیوت ها واسه کلاس تعریف میکنیم و یک سری رفتار، و این رفتار میتونه انجام کاری باشه که مثل نمایش خروجی باشه، یا میتونه چی باشه؟ میتونه برگردوندن یک مقدار باشه، میتونه مقداردهی یک مقدار باشه، مثلا شما نام مشتری رو میخواید عوض بکنید، میتونید یک
متدی به این کلاس اضافه بکنید، مثلا فان set name که در واقع یه نیم جدید بگیره و این نیم قبلی رو مقدارش رو عوض بکنه. البته چون این ول هست قابل تغییر نیست، همونطور که قبلا گفتیم متغیرهایی که با ول اونها رو تعریف میکنید قابل تغییر نیستن بعدن، ولی اگر ور اونها رو تعریف بکنید میتونید اونها رو تغییر بدید. set name. یک مقدار بحث شیگرایی داخل کاتلین گاهی پیچیده میشه، ولی اصلا نگران نباشید. همین که اجزای کلاس رو بشناسید، اتریبیوت ها و متد ها و تعریف اونها رو بدونید، ما در اون حد برامون کفایت میکنه. زیاد نیاز نداریم الان دقیق بشیم در بحث کلاس ها، در بحث در واقع شیگرایی، ارسفری، ابسترکت ها و یا اینترفیس ها. نیاز نداریم الان خیلی دقیق بشیم، ولی بحث های دیگه ای که در داخل کلاس ها استفاده خواهیم کرد رو در طی پروژه‌ای که داریم می‌نویسیم در طی بحث های مختلف ارائه خواهم داد و استفاده خواهیم کرد و توضیح لازم باشه اونجا عرض می‌کنم. خب این بود از توضیح کلاس و تعریف اون در کاتلین. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشین و مفید یافته باشید.